و اگر بخوام مهران چند کلمه ولو به صورت خیلی فشرده ولی اینجا تو این رابطه بگم، باید بگم که ما در واقع نبرد مردممون بر علیه رژیم ضد بشری خمینی، مقاومتشون در 30 خرداد سال 60 وارد مرحله جدیدی شد، رو در روی مستقیم چالش و ستیزی بسیار بسیار ریشه‌ای و اساسی بین سازمان مجاهدین، مقاومت مردم ایران در تمامی ابعاد با رژیم ضد بشری خمینی. ما به لحاظ استراتژیک و به لحاظ تاکتیکی و به لحاظ سیاسی و حتی تشکیلاتی از رژیم جلو افتادیم، چون اجازه ندادیم که رژیم گام اول رو برداره، اجازه ندادیم که رژیم اقدامگر اول باشه. این البته بسیار عالی و بسیار درخشان بود، ولی در سال 64 ما در واقع آنچه که کردیم این بود که تعرض و تهاجم ایدئولوژیک به دشمنمون کردیم. این تضمین و زیرساخت این بود که ساختمان رفیع مقاومت که از سال 1360 30 خرداد سال 1360 آغاز شد و این درخت مقاومت که با خون هزاران زن و مرد مجاهد خلق آبیاری شد، در واقع اساس و پایه و ریشه ایدئولوژی که متناسب شد داشته باشه. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، این درخت سازمان مجاهدین به یمن رهبری پاکباز برادر مسعود موفق شد در انقلاب ایدئولوژیک سال 64 رامی در زمینه ایدئولوژیک به جلو برداره. در نتیجه سازمان مجاهدین تضمین آرمانی پیدا کرد و به نظر من شکست ناپذیر شد، چون عنصر ایدئولوژیک همون عنصری هستش که در واقع تمامی شکست ها و پیروزی ها رو در خودش میتونه، همینطوری که امروز تو مجاهدین میگن ولو دشمن ضربه بزنه، شر کثیر رو به خیر عظیم تبدیل بکنه. این به دلیل برخوردار بودن از یک ایدئولوژی پاک و پاکیزه است. اگر بخوایم در یک کلام بگیم سال 54 چه شد، مگر نه اینکه سازمان مجاهدین اون تجربه رو نداشت که وقتی بعد از ضربه سال 1350 اول شهریور، وقتی که سازمان وارد تعرض شد، خودش رو به لحاظ ایدئولوژیک هم برسونه، ولی انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین رو در جای شایستش که پیام اتفاقا مبارزه با کودتای اپورتونیستی بود، پیام مجاهد این که مجاهدین در منتها علیه چپ طیف ترقی‌خواهی قرار دارند، که این پیامشه، انقلاب ایدئولوژیک این پیام رو در سال 64 در عالی ترین فرم، در عالی ترین صورت محقق کرد و در واقع سازمان مجاهدین رو در نبردش با رژیم ضد بشری خمینی به طور مادی، به طور واقعی، به طور عینی، به طور تشکیلاتی و سیاسی و استراتژیک به عنوان تضمین زیر ساخت سیاست و استراتژی برد و در جای شایستش نشوند با انقلاب ایدئولوژیک. و امروز می‌بینیم خواهران ما، نسل زنان مجاهد خلق، نسل مریم رهایی، امروز این سازمان رو، اشرف رو و تمام سازمان رو در کنف اندیشه پاک و طیب و طاهر خودشون که نشأت گرفته از انقلاب ایدئولوژیک و اندیشه بالای مریم رهایی هست گرفتن، حفظش میکنن و همونطوری که ما مجاهدین میگیم چتریست و حرزیست برای تمام دستاوردهای ما. هر روز که میگذره، واقعا هر روز که میگذره، آدم سر تعظیم و تسلیم و تکریم و ایمان در مقابل این ثمره متعالی ایدئولوژیک و آرمانی فرود میاره و هر کس مجاهد باشه و هر کس دلش برای مجاهدین بتپه و هر کس دلش برای این خلق با توجه به جایگاه سازمان مجاهدین بتپه، لامحاله در این کلام با من هم نظر و همراه خواهد بود. بنابراین
اگر از من سوال کنی که بهترین فراز، راست میگی. البته 6 و 7 مرداد چنین جایگاهی داشت، ولی مادر تمام پیروزی های ما اونچه که اگر زمان رو گسترش بدی به 45 سال، باید بگم عالی ترین فراز انقلاب ایدئولوژیک بوده برای تک تک مجاهدین و برای سازمان مجاهدین. بسیار عالی، ماشاءالله. انقدر فرازهای باشکوه تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران زیاد هست که همونطور که اشاره کردین و به بهترین نفع گفتین، در واقع پرداختن به هر کدوم از اونها مثلی 70 من کاغذه و ما امیدواریم که بتونیم در نوبت‌های بعدی این افتخار رو داشته باشیم که از زبان خود شما شرح حماسه‌ها و فرازها رو بشنویم. اما عرض کنم حضور شما که بعد از شریف می‌خوایم برگردیم به گذشته، می‌خوایم بریم به اون اولین روزی که خود شما برای اولین بار نام سازمان مجاهدین خلق ایران رو شنیدید. لطفا برای ما بگید که کجا بودید، چند سالتون بود و وقتی که نام سازمان مجاهدین رو شنیدید چه احساسی داشت؟ از کنم که قطعا میران جان خودت بهتر از همه میدونی، حتما شنیدی که سازمان مجاهدین خلق ایران اسمیه که سازمان بر خودش بعد از ضربه اول شهریور سال 1350 گذاشت. من طبعا مثل همه مجاهدین قبل از اون سازمان رو با یک کلمه سازمان توی گیومه فقط میشناختم، این اسم سازمان بود. بنابراین من اولین بار سازمان مجاهدین رو با این اسم شناختم، سازمان. و اگر بدونی هنوز که هنوزه، حتما یعنی میدونی چون تو هم مجاهدی، زیباترین، دلانگیزترین، عاشقانه ترین تنین برای گوش و قلب من همین کلمه سازمانه که برای ما یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران. من سال 1348 همونطور که گفتم عضوگیری شدم در واقع برای سازمان. داستان مثل همه کسایی که اون موقع در شرایط اختناق وارد سازمان مجاهدین می شدن، از این پروسه، از این روند عبور می کرد. در محیط کار، در دانشگاه، در مدرسه، در اداره، در بازار، در کوچه، در خلاصه یک جایی یک کسی که آدم رو می شناخت و عضو سازمان مجاهدین بود، با سازمان مجاهدین بود، به نظرش می رسید که این آدم مثلا الان مهدی ابریشمچی، دانشجوی رشته فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه فنی، بعد نیست به نظر می رسه که مناسبه برای اینکه عضو سازمان بشه. خب از اونجا که شرایط دیکتاتوری و اختناق بود و سازمان مجاهدین بدون اینکه مثلا من اون موقع که عضو سازمان نبودم سال 48 نمیدونستم، هیچی نمیدونستم، یه روشنفکر دانشجوی بودم که خب کار فعالیت سیاسی در حدی که امکان داشت میکردم. خدا رحمت کنه با دوست بسیار عزیزم، برادر عزیزم، سرورم کاک صالح دانشگاه فنی، توی کتابخونه اسلامی دانشگاه فنی توی فعالیت های فوق برنامه بودیم. بعد اون موقع نه من عضو سازمان بودم نه کاک صالح عضو سازمان بود. اون فرد می اومد به فردی مثل من نزدیک می شد، منم عضوگیرم اون موقع اومد، فکر میکنم که پاییز بود، سال جدید تحصیلی شروع شده بود، سال پنجم دانشکده من بودم، 1348، من سال 1144 وارد دانشکده فنی شدم. به من نزدیک شد و با این سوال که خب مهدی چه کار میکنی؟ منم گفتم که چیکار نمیکنم، چون اون موقع واقعا خودم نمیفهمیدم چه کار میکنم. گفتم روزگارم میگذرونم. گفت خب چرا؟ گفتم خب آخه نمیدونم چه کار بکنم. گفتش چطور مگه؟ گفتم والا این درس و اینا که زیاد مسئله جدی من دیگه نیست، یه روزی بود ولی الان نیست.